بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بحثمون به این آیه شریفه رسید، آیه 90. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. بعد از اینکه ما بحثمون راجع به اعجاز قرآن مطرح شد، چند آیه داریم که به درخواست های ناروای مشرکین از پیامبر برمیگرده. در یک زمانی اینها در کنار کعبه جمع شدند در مکه و خلاصه گفتند که ما باید از پیغمبر، حالا اونا که اسم حضرت رو میگفتند، درخواست معجزه بکنیم، و اون هم چیزهایی که به خیال خودشون خیلی باید مثلا محیر العقول باشه، چیزهای عجیب و غریب. و خب سراغ پیغمبر فرستادن که ما میخواییم با تو صحبت کنیم. پیغمبر تشریف بردن، شاید امیدوار بودن که اینها واقعا میخوان گفتگویی بکنن، ولی هی درخواستهای خیلی عجیب و غریبی کردن از پیغمبر. این آیات به اونها اشاره میکنه. اولش اینه که وقالوا لن نؤمن لك، ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه برای ما از زمین، از این زمین مکه، یک چشمه ای را بشکافی، منفجر کنی و دراری. تفجره شبیه همون یورید الانسان یفجره امامه، انسان میخواد جلوی خودش رو بشکافه، هیچ مانعی جلوش نباشه، هیچ بازدارنده ای نباشه. اینجا تفجره یعنی شکافتن. فجر هم که میگن فجر، چون اون سپیدی که در آسمان موقع فجر ظاهر میشه انگار آسمان را میشکافه، یا بین آسمان و مثلا افق را میشکافه. خلاصه یک چشمه‌ای باید از این سرزمین مکه در بیاری. ظاهرا تو تعابیرشون این بود که مکه یک سرزمینی است که احاطه شده با کوها، خیلی دچار ضیقه، و تو باید این کوها را عقب بزنی، بعد برای ما چشمه آب در بیاری و باغها، و خلاصه اینجا رو تبدیل کنی به یه جای بسیار باصفا و سرسبز و خوش آب و هوا. خلاصه خیلی هم دنبال ایمان و اینها نبودن، بیشتر شاید دنبال این بودن که ببینن میشه مثلا شهر خودشون را بهتر کنند و خوش آب و هوا تر کنند و اینها یا نه. تیکه اولش اینطوری بود. پس آیه 90 اینه، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. و 91 اینه که او تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، یا برای تو باغی باشد از خرما و انگور
که اون وقت انهار و رودهایی رو در خلال این باغ جاری بکنی و تو زمین بشکافی، آب را بیاد بیرون و رود بشه اصلا. حالا اون ینبو مثل چشمه بود، این اصلا دیگه اصلا آب سرازیر بشه، مثل رودخانه ای آب در حرکت باشه. خب وقتی اینا این درخواست های صحیح رو میکردن، طبیعتا پیغمبر توضیح میدادن که خب این چه درخواست هاییست، من پیغمبرم، برای هدایت آمدم. اما اینا هی پافشاری میکردن. تا اینجاش بازی خورده قابل قبوله. خب حالا مثلا اگه میخوان یک استفاده ای بکنن، چشمه ای و رودخانه ای و باقی و خرمایی و انگوری و بعد آیه 92 دیگه به نظرم میشه بگیم که داره وارد جریان دیگه اوج لجاجت میشه. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا اینکه اصلا آسمان را همون جور که گمانداری، حالا گمانداری یه مقدار جای تفسیر داره، احتمالات مختلف داره چون جزئیاتش بیان نشده، آسمان را همونطور که گمانداری بر سر ما فرود بیاری، تیکه تیکه مثلا بر سر ما فرود بیاری. حالا گمانداری منظور اینه که یعنی اونجور که تو میگی که خدا میتونه این کار رو بکنید، یا مثلا آیت الله مشکینی دارن که مثلا اونجور که گمان داری و ما رو بهش تهدید کردی که اگه خدا مثلا عصبانی بشه و غضبناک بشه بر شما و خشم خدا بخواد بر شما نازل بشه، مثلا ممکن اینطوری بشه. خلاصه اینها زدن به دنده لجبازی که اصلا آسمان رو سر ما خراب کن. خب اگه آسمان رو سر شما خراب بشه همه از بین میرن، یک. دو، خب کی میخواد حالا ایمان بیاره؟ شما گفتید که ما ایمان نمیاریم مگر این کارا رو بکنی. خب اگه این کارا بکنی که دیگه ایمان نمیتونید بیاریم، از بین رفتید. اگه شما هدفتون ایمان آوردنه، انگار اینا بیشتر هدفشون این بود که بخوان پیغمبر رو تهدید کنن و بگن تو دستت خالیه، تو نمیتونی این کارا رو انجام بدی. یه چیزی رو بگن که مصلحت توش نیست و پیغمبر انجام نمیده، بعد بگن آها دیدی نتونستی. تسقط السماء كما زعمت علينا، یعنی تسقط علينا، تسقط السماء علينا، از آسمان رو بر سر ما فرود بیاری، کسفن قطعه قطعه. حالا منظور آیه اینه که سنگ های آسمانی قاعدتا بیاد، چون هوا و جو که چیزی نیست که خب فارغ، منظور قاعدتا سنگ های آسمانی و این هاست، ستاره ها و این سیارات. او تعتی بالله و الملائکته قبیلا، یا اصلا خدا و فرشتگان را دست دسته بیاری. خدا و فرشتگان را باید بیاری جلوی ما. خب خدا رو چطوری میتونه پیغمبر بیاره جلو شما؟ امریز محال. فرشته ها که غیب هستن، حالا ممکنه یه موقعی خدا صلاح بدونه یه فرشته ای تمثل پیدا کنه، ولی اینکه همه فرشته ها رو ببینید این عملی نیست. او یکون لک بیت من زخرف، یا اصلا یک خانه ای به جای اینکه از این خانه هایی که در مکه هست، یه خانه ای تو داشته باشی از طلا یا طلا اندود. زخرف معناش میتونه این باشه که چیزی که روش طلا مالیدن، طلا اندود شده، کت میگیم تو انگلیسی. یه خونه باشه
مثلا زری هایی که ما داریم، گنبدش از طلا هست مثلا این شکلی. خب حالا این چه ربطی به حقانیت پیغمبر داره؟ این چه ربطی به رسالت داره؟ بعد پیغمبر برای چی بخواد تو خانه ای از طلا زندگی کنه؟ او ترقا فی السما، یا بری آسمان. حالا بری آسمان هم ما قبول نمی کنیم همینطوری که بگی من رفتم آسمان، حالا ولی اینکه جلو چشم ما بری بالا ما قبول نمی کنیم، چون ما منظور اونه که انقدر بری بالا که بری پیش خدا و از اون بالا یک کتابی بیاری برای ما بخوانی. ولن نور نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. پس بری آسمان و بعد ایمانم نمیاریم به بالا رفتنت مگر اینکه یک کتابی رو فرو بیاری برای ما که ما بتونیم بخونیم. پس یا خدا رو بیار جلومون با فرشته ها، یا خودت برو بالا پیش خدا کتاب رو بیار و ما ببینیم که این کتاب رو با کتاب اومدی بیرون، یه کتاب مثلا قشنگ با جلد و صفحات و اینها از آسمان بیار و ما بخونیمش ببینیم از خدا هست. خب اینا درخواستای منطقی نیست، چون اولا زیاده طلبیه، چون میدونید خداوند متعال درسته که از باب لطف معجزاتی را به پیغمبران میده. در علم کلام میگیم که طبق قاعده لطف میگیم که هر چیزی که یقرب الى الطاعه و یبعد عن المعصیه و لا یبلغ حد التمکین و لا حد له فی الالجا، این رو خدا انجام میده. این لطف طاعت رو راحت تر کنه، معصیت رو دور بکنه، ولی شرط در اصل قدرت نباشه، شاید باشه که خب اصلا بدون اون چیزی تکلیفی نیست و به حد الجام نرسه، یعنی انقدر لطف نمی کنه که دیگه مجبور شی کار خوب بکنه. خب معجزه هم باز خداوند از روی لطفش برای ما، ولی اینکه حالا مثلا ما با عقلمون یه سری چیزها رو میتونیم بفهمیم، خداوند برای اینکه اتمام حجتی بشه، کسی نگه که اگه پیغمبری آمده بود من ایمان می‌بردم، معجزه هم میفرسته. اما دیگه نباید انتظار داشته باشیم که انقدر این معجزه بفرسته که دیگه هیچ کسی نتونه انکار بکنه. باید همیشه انقدر مسئله روشن بشه که طالبان حق حق را به وضوح بیابند، اما اونایی که دنبال خلاصه بهانه آوردن هستن اونا هم زمینه تستشون باش. دقت فرمودید؟ طالبان حق، تشنگان حق، حق را با وضوح بتونن پیدا کنند، اما در حال انقدر هم دیگه واضح نشه که کسی که درش مرض هست و دنبال فتنه هست نتونه انکار بکنه. لذا مثلا خداوند نمیاد به همه انسانها دونه دونه معجزه نشون بده. پیغمبر را وقتی میفرسته بعد بیاد به خونه هر کسی جبرائیل بیاد بگه که آقا این پیغمبر پیغمبر درستیه بهش ایمان بیارید. و اگه هر کسی هر روز معجزه میدید و پیغمبر که اومده فرشته ها میومدن میگفتن بهش که به این پیغمبر ایمان بیارینا، خب تقریبا 99% مردم ایمان میوردن. اما دیگه معلوم نمیشد که کی طالب حقه، کی به زور حق رو پذیرفته. پس معجزه باید در حد لازم صورت بگیره، اصلش درسته، ولی اینکه بخوایم برای هر کسی یا هر چیزی معجزه باشه فایده نداره. اونم تازه چه معجزه ای؟ معجزه برای هدایته، نه برای نابود کردن و اهلاک. عذاب که نمیخواد بیاد که از آسمون تیکه تیکه سنگ بیاد همه نابود بشه. اونم تازه هم شماهایی که طالبش هستید نابود بشید، هم دیگرانی که بیگناه هستن. پس این منطقی نداره. قل سبحان ربی، بگو پروردگار من منزه هست
از این کارا انجام نمیده. کار لغو، بلکه کار مضر انجام نمیده، فقط کار حکیمانه انجام میده. منم که یک بشری هستم که حالا به عنوان رسالت مأموریتی به من دادن، منم که از خودم کار نمیتونم انجام بدم. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آیا من غیر از یه بشری هستم که منتها خب رسولم هستم اما بشرم. ببینید بشر هر چه قدم که بالا بره بالاخره بشره. اون آیه در سوره کهف هم داریم که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. بگو من یه بشری هم مثل شما، منتها به من وحی میشه. خودش خیلی مهمه، یه بشری بهش وحی بشه با بشری که وحی بهش نمیشه خیلی با هم فرق دارن، اما بالاخره بشره. انما انا بشر مثل شما. و این خیلی مهمه. چرا؟ چون او باید الگو باشه، او باید ما رو درک بکنه، ما هم باید بدونیم که او شرایط ما رو درک میکنه، خودش هم مثل ما یک انسانه. اگه ما عقل و شهوات داریم، او هم عقل و شهوات داره. اگه ما فقر و ثروت داریم، اگه ما صحت و بیماری داریم، تنهایی و شهرت داریم، او هم تو همین مسائل وارد میشه و در واقع بر این چیزها گذرش میفته. پیغمبر باید اونم مثل ما باشه. تازه قرآن که بیشتر از این میگه پیغمبر نه تنها باید بشر باشه، بلکه در بیشتر جاهای تاکید میفرماد که از خودشون هم باشه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. اصلا در درون خودشون رسول رو میفرسته، یعنی از یه جای دیگه کره زمین هم نمیفرسته. یا حضرت ابراهیم و اسماعیل گفتن وابعث فیهم رسولا، یک پیغمبری را در میان رو مبعوث کن که از خودشون هم باشه. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، هم فی الامیین هم من الامیین، نه از جایی میاد نه هم که مثلا مهاجرت کرده قبلا که بگیم خب از جای دیگه آمده الان مهاجرت کرده اینجاست با ما، نه از خودشون هم هست. یعنی میخوام بگم حتی بشر، خداوند به بشر بودن هم ممکنه اکتفا نکنه. البته درسته برای بعضیا ممکنه بخره پیغمبر از جای دیگه اومده. فرض کن حضرت عیسی خب مار فلسطین بوده، ولی خب خیلی بهش ایمان آوردن که از فلسطین نبودن. یا پیغمبر ما مثلا از مکه بوده، کسای دیگری هم بهش ایمان آوردن. اما ممکنه خداوند متعال برای اون نسل اول حتی الامکان از خودشون مثلا بیاره، موسی رو از خودشون بیاره، عیسی رو از خودشون بیاره، پیامبر از خودشون بیاره. پس هم بشره، هم سعی میکنه از خودشون باشه و به لسان خودشون هم باشه، چون خیلی این شباهت ها و مثلیت ها مماثله ها کمک میکنه. پس هل کنت الا بشرا رسولا، آیا من غیر از اینکه یک بشری که فرستاده شده هستم، من نمیتونم این کار رو انجام بدم؟ خدا هم که کار سبحان ربی، اونم که کار بی خود نمیکنه. این چه درخواستی است که شما دارید؟ بعد تحلیلی ارائه میشه که علت این خلاصه درخواست های بی خود و اینکه ایمان نمیاریم مگر این کارا رو بکنین، علت ایمان نیاوردن اینها چی بوده؟ خب حالا یه ایرادهای نفسانی و روانی دارن، یه شبهه هم براشون شاید پیدا شده یا لااقل بهانه شون شده. ممکن خودشون هم اینو شبهه حساب نمی کنن، بهانه است که میگن
چرا خداوند یه انسان را رسول کرده؟ چرا خداوند یه فرشته ای را نفرستاده؟ فرشته که به عالم اله باید نزدیکتر باشه، به عالم ربوبیت نزدیکتر باشه، بلکه اونم غیر مادی مجرده. چرا یه فرشته نفرستاده که ما بفهمیم که خب بله این که از ماها نیست و پس معلوم شه از جای دیگه اومده. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. میفرماد مردم را، یعنی اینایی که ایمان نیاوردن، این مشرکین، منع نکرد از اینکه ایمان بیارند وقتی که هدایت به اینها رسید، مگر اینکه این حرفو زدن. پس این مردم وقتی که هدایت آمد پیششون ایمان نیاوردند. چرا؟ گفتن ابعث الله بشرا رسولا، آیا خدا بشری را برانگیخته است که رسول باشه، بشری را به رسالت برانگیخته؟ استفهام انکاریه، یعنی مگه میشه چنین چیزی؟ یه سوال نیست که فقط بگن خب جوابش چیه ما همونو قبول کنیم. نه در واقع میخوام بگن اینکه پیغمبر میگفت بشرن رسول ها، چرا آقا یه بشر، چرا خدای کسی دیگه این نفرسته، فرشته این نفرستاده؟ بعد میفرماد که خب بهشون این جواب بده، اگر روی کره زمین فرشتگان زندگی میکردند، روی زمین و روی زمین راه میرفتند، ما هم براشون از آسمان فرشته ای را به عنوان رسول میفرستادیم. اما الان بشری است که دو پا داره روی این زمین حرکت میکنه، برای بشر باید ما بشر بفرستیم تا بتونه درد او رو درک کنه، الگو باشه، و منم بگم که خب اونم یه انسان مثل من، ببین اون تونسته، منم پس تلاش کنم. قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین، اگر در زمین یک فرشتگانی بودند که راه می‌رفتند با اطمینان. یعنی چی؟ این حالا خیلی باز تفسیرهای مختلفی شده، یعنی با آرامش، مثل خلاصه اهل زمینی که آرامش داشته باشن، زندگیشون اینجا باشه، نه اینکه از آسمان بیان و برن، و یا مثل انسانهایی که آرامش ندارن. یا بعضی گفتن که یعنی مثلا اگه فرشتگانی بودن که خوف خدا نداشتند و ولی براشون میباس به سطح انجام میدادیم و فرشتگانی میفرستیم که اینها رو به خوف خدا برسونن، چیزهای مختلفی گفتن. ولی اصل حاصل مطلبش اینه، ما اگر بخوایم به انسان رسولی را بفرستیم، به سوی انسان، از سنخ انسان میفرستیم. اگر میخواستیم به فرشتگان، فرشته ها که نیاز به رسول ندارن چون فرشته ها درشون شهوات و معصیت و اینا نیست، اما اگه قرار بود، دو تا شرط اگه بود، یعنی اولا اگه فرشته ها روی زمین بودن به جای بنی آدم، دو اگر اونها نیاز به رسالت داشتن، ما براشون رسولانی میفرستادیم، منتها رسولانی از جنس چی؟ خود بشر، خود فرشته ها، اگه فرشته ها روی زمین بودن. قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اگر اینطور بود، لو حالا که نیست، اگر در زمین فرشتگانی بودند که راه می‌رفتند با آرامش، اصلا یعنی مستقر بودند، شاید این معناش اینطور بگیم، یعنی اصلا روی زمین مستقر بودن، اهل زمین بودن، اینجا زندگی میکردن، نه که موقتی،
ما اگه یه چنین نسلی را روی کره زمین داشتیم، خب برای اینها پیغمبری میفرستادیم که ملک باشد. و نزلنا علیه من السماء ملکا رسولا. ملک و ملک فرق، ملک یعنی پادشاه، ملک یعنی فرشته. پس اگر شما مشکلتون با این است که چرا خدا یه بشری را به عنوان رسول فرستاده، ظاهرش اینه که این مشکلشونه دیگه. ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا. گویی با خودشون قیاسه به نفس میکردن، ما کجا میتونیم وحی دریافت کنیم؟ پیغمبرم به خودشون خلاصه تشبیه میکردن، قیاس میکردن. ما میگیم آقا جوابش اینه که خداوند متعال رسولی را که میفرسته از سنخ مرسلون الیهم باید باشه. اگه مرسلون الیهم احیاناً فرزن سلمنا بگیم فرشتگانی بودن روی زمین که اونا نیاز به رسول داشتن، رسولی میفرستدیم که فرشته باشه، چون قسمت عمده ای از رسالت اینه که الگوی عملی باشه، شهید و گواه باشه. پس باید خودش مثل اونا به زندگی کنه. حالا که نیست، حالا که روی زمین اینجور فرشته های زندگی نمی کنن، بشره. پس ما هم باید رسولمون بشر باشه. بعد به شکلی که نه بحث جنبندی میشه. خب اینا حرفای نامربوط و غیر منطقی دارن، مطالبات غیر منطقی دارن، نمیخوان قبول بکنن. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بگو از نظر گواه خداوند برای من کافی است که بین من و شما گواه باشه. انه کان به عبادهی خبیرن بصیرا، خداوند به بندگان خودش بسیار خبیر است، یعنی اطلاع از جزئیات داره. خبره کسی است که از جزئیات مسئله اطلاع داره و بصیره، مثلا میبیند، حالا نه با چشم ببیند ولی اون مبصرات را میبیند، یا ادراکش مثل ادراک کسی است که ببیند. خیلی همه جزئیات باز مشخص و واضحه. چون ما اگه بگیم خدا نمیبیند، ممکن کسی بگه پس یعنی چیزی کمه. نه بابا، چون بیشتره از چشم بی نیازه. خلاصه پیغمبر چون یقین داره به خدا، یقین داره که خدا او را فرستاده، این میتونه یه آرامشی باشه که آقا اینا ایمان نمیارن، خدا که هست، خدا که شاهده، و تو اینو به اونها ابراز کن. فکر نکنن که تو هم دوچار تزلزل و تحیر و تردید میشی اگر اونها ایمان نیارن. و به خودشون هم شاید بیان که بابا خب این از طرف خدا آمده، معجزه داره، خدا شاهد هست، حاکم هست، داور هست، ما خودمون رو با خدا درگیر نکنیم. به خصوص اگه ببینن پیغمبر اینطور با اطمینان صحبت میکنه، با آرامش و اطمینان صحبت میکنه، ممکن به خود بیان. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. این شهیدن بینی و بینکم الان نمیتونه مسئله رو حل بکنه، چون اصلا میگه آقا ما قبول نداریم خدا رو مثلا، یا قبول نداریم، یا اصل خدا رو قبول داریم ولی قبول نداریم که تو از طرف خدایی. اما به لحاظ روحی و اگه ببینند که پیغمبر با آرامش و طمأنینه و یقین این حرف رو میزنه، ممکن اون فطرتشون احیا بشه. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، با من در رو بحث نکنید، خدا شاهد و گواه است. سعی کنید ببینید حق چیه، قبول کنید. چرا در رو بحث میکنید؟ مگه من چی کاره هستم؟ حالا فرض کن منو تونستید مثلا محکوم کنید، مجاب کنید، حرفمو رد کنید، مثلا زیر بار نرید، با خدا چیکار میکنه؟
خدا هم خبر داره از همه چی. انه کان به عبادهی خبیرن بصیرا. بعد به مسئله هدایت و گمراهی یا زلال اشاره میشه که کلن ببینید یک لیاقت و قابلیتی هم لازمه. حالا اینطور نیست که بگیم معجزه باشه همه ایمان میارن، همه هدایت میشن، معجزه در حد که متعارف هست. خدا هم باید بخواد که این شخص، حتی خدا هم تصمیماتش گزاف نیست، یعنی باید یه خصوصیاتی تو اون طرف ببینه خدا که بخواد که هدایت بشه. و من یهد الله فهو المهتد، یعنی مهتدی، کسی که خدا هدایت کند او است که راه یافته است. یعنی او میتونه به هدایت برسه اگه خدا هادیش باشه، و اگر نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا، اگر خدا بخواد کسی رو گمراه کنه، یعنی کسی انقدر خطا و بدی درش باشه که خداوند تصمیم بگیره که ای رو دیگه از هدایت محروم بکنه. فلن تجد لهم اولیاء من دونه، دیگه شما نمیتونی برای چنین اشخاصی که خدا اراده کرده که اینها هدایتشون هدایت نشن و گمراه بشن، اولیا براشون نمیتونی پیدا کنی، کسانی که بیان کمک کارشون باشن و در خلاف مسیر خدا و بر خلاف فرمان الهی بخوای اینا رو هدایت کنه. پس اگر خدا خواست هدایت کنه، هدایت میشه. اگر خدا فرمود که این اهلیت نداره و گمراه باید بشه، دیگه کسی نمیتونه بیاد کمکش کنه. فلن تجد لهم اولیاء من دون الله. یعنی خب روز قیامت چطور میشه؟ روز قیامت چون اون سرائر آشکار میشه، یا اومد تبول سرائر، اون باطن ها آشکار میشه، اینهایی که تو دنیا حق را نمی دیدند و نمی گفتند و نمی شنیدند، حقیقت اینها محشور وقتی میشن چی میشه؟ یه انسانی که نمی بیند و نمی شنود و حق را نمی تونه بگه. و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکما و صما، اینها روز قیامت روی چهره هاشون محشور میکنیم، یعنی زمین خوردن اینا با صورت، در حالی که عمیان، عمی جمع اعماست، نابینا، بک جمع ابکمه، سم جمع اصمه، یعنی نمیتونن حرف حق رو بزنن، نمیتونن بشنن. بک یعنی اصلا نمیتونه حرفی رو بزنه، ولی خب منظور اینه کور و لال و کر بر صورت هاشون محشور میکنه. کلما خبت زدناهم، ببخشید معواهم جهنم، کلما خبت زدناهم سعیرا، جایگاه اینها هم در جهنمه، چون گمراه شدن و هیچ چیز مثبتی رو به جا نگذاشتن. معواهم جهنمه، کلما خبت، هرچی این جهنم آتیشش فرو می نشینه دوباره گر می گیره. زدناهم سعیرا، ما این شعله های آتش رو زیاد می کنیم. آتیشه تا فکر می کنی که دیگه داره خاموش میشه یا فرض کنیم کم میشه، زیاد میشه. پس از اینجا در واقع این بحث رو باید به دست بیاریم که اینکه کسانی از دیدن معجزات، از آمدن رسول ایمان نمیارند، اینا میگن که لن نؤمنه، ما به ایمان نمیاریم، ولی باید توجه داشته باشیم که این خودش میتواند مجازات یه سری کارهای خطای قبلیشون باشه. اینکه خدا به کسی توفیق ایمان میده و توفیق ایمان نده، اینا تصادفی نیست. اگر کسی اهلیت داشته باشه خدا هدایتش میکنه، من یهد الله فهو المهتد، اگر اهلیت نداشته باشه گمراهش میکنه و هیچ کسی هم نمیتونه کمکش بکنه.
روز قیامت هم که با چهره به شکل نابینا و کور و ارزم بزرگ کر و لال محشور میشه. ذالک جزاؤهم بما کفروا بانهم کفروا بآیاتنا. این آیه آخر امروزمونه، آیه 98. این که گمراهان روز قیامت روی چهرهشون محشور میشن، با صورت میفتن، عمی و بکم و سم و اینا هستن، پاداش کارهای بعدشونه. ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا. این به خاطر اینه که اینها نشانهای ما را، معجزات را کفر ورزیدند و به طور خاص تو مسئله معاد آمدن چکار کردن؟ اشکال کردن، اشکال تراشی کردن. و قالوا اذا کنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. گفتن اگه ما مشتی استخون و اعضای پوسیده شدیم، آیا باز ما مبعوث میشیم؟ یه خلقت دوباره خواهیم داشت، بازسازی خواهیم شد. کفر به آیات، انکار معاد که این از مصادیق اعراض از ذکر خدا هست، این باعث میشه که به اون مقام گمراهی برسن و در روز قیامت هم اون گمراهیشون به این شکل تجسم پیدا کنه که رو چهره افتادند، به جای اینکه بتونن با خلاصه سر روی هوا باشه، پا روی زمین باشه، ببینن، بشنوند، صحبت کنن، با چهره رو زمین که حداقل ارتباط رو بتونن داشته باشن. عمی هم هستند، بکم هم هستند، سم هم هستند. مأواهم جهنم. بعدم جهنمی که رو به آرامش نداره. یه موقع شما یه آتیشی داریم توی خونه، خدای نکرده آتیش گرفته، بعد یک ساعت دو ساعت آتش دیگه فروکش میکنه، خاموش میشه. حداقلش اینه که دیگه وقتی چیزی نباشه دیگه بسوزه، آتش خاموش باید بشه دیگه، خیلی زمانی داره. اما اینجا هرچی آتش کوچیک میشه، زدناهم سعیرا، دوباره در میاد، دوباره سر میکشه آتش، شعله های آتش سر میکشه. چرا؟ چون اون گمراهی درونی اینها تمام نمیشه، سوختش خود همون کفر اونهاست. اون چون تمام نمیشه، این آتش هم خاموش نمیشه. خب ما رسیدیم الحمدلله به آیه 99 سوره مبارکه اسراء، از آیه فکر میکنم 89 رو گفته بودیم، 90 شروع کردیم تا 99، 10 آیه از سوره مبارکه اسراء. الحمدلله رب العالمین.